یک هفته پس از آنکه زلمه خلیلزاد پیشنویس توافقنامه صلح را به رهبران اثرگذار سیاسی در کابل سپرد، اکنون قرار است این سیاستگران در نشست رهبری شورای عالی مصالحه ملی در این باره رای زنی کنند. ملی مصالحه د عالی شورا رهبری کمیټه نست په همدې هفته کې ترسره کیږي، او هغه طرحه چې د امریکا له لوري ډاکټر عبدالله ته سپارل شوې ده، هغه به له سیاسیونو سره شریکه شي او په هغې اړه به نظریات د خلکو راټول شي. هر تصمیم چې ونیول شو هغه به اعلام شي. در پیشنویس توافقنامه صلح ارائه شده از سوی امریکا، هیچ انتخاباتی بر بنیاد قانون اساسی کنونی در زمان حکومت صلح برگزار نمی شود. کمیسیون تازه انتخابات ایجاد می شود و یک نهاد جهانی قابل قبول به همه طرفها برای مدیریت انتخابات پس از دوره انتقالی به کابل فراخوانده می شود. انتخابات در فضای آرام باید شود و بعد از حکومت انتقالی یا موقت یا هر چی که نامش باشه، او زمین سازی کنه برای یک انتخاباتی که در سرتاسر افغانستان یکسان برگزار شود. در همین حال حکومت میگوید که هرگاه طالبان روی اصل انتخابات توافق نمایند، حاضرند تا روی تاریخ انتخابات صحبت کنند. سر اصل انتخابات اگر طالبان به توافق میرسند، رئیس جمهور سال دوره آخرش است، ما سر تاریخ انتخابات میتونیم که حرف بزنیم. سر از اینکه انتخابات نظارت شده ترین انتخابات تاریخ بشر باشه ما میتونیم گپ بزنیم. اما منابع نزدیک به طالبان شرکت این گروه را در انتخابات وابسته به عملی شدن برخی از شرط ها میدانند. موقف طالبان است که نفس حکومت نو و جدید را میپذیرند، ولیکن ای که شرکت داشته باشند، موقفشان تا کنون همیست که در حکومت جدید شاید شرکت نکنند و منتظر انتخابات و پروسه انتخاباتی که بعد از بحث مورد تایید قرار میگیره در رو انتخابات شرکت کنند. تا کنون طالبان به گونه روشن درباره پذیرش انتخابات چیزی نگفتند، اما در واکنش به انتخابات گذشته ریاست جمهوری گفته بودند که انتخابات در زیر چتر اشغال و معرفی کردن خود به حیث رئیس جمهور مشکلات کشور را حل نخواهد کرد.